سلام به همه دوستان عزیز، امروز با یک خبر غم انگیز و در عین حال پر از عشق و احترام به خدمت شما رسیدیم. اگر عاشق سینما هستید و دوست دارید داستانی رو بشنوید که هم دلگرمتون کنه و هم اشکتون رو در بیاره، این ویدیو رو از دست ندید. قراره در مورد مراسم تشییع یکی از بزرگترین ستارگان سینمای ایران، سعید راد، صحبت کنید. تا آخر ویدیو با ما باشید چون قرار شما رو با لحظاتی احساسی و ناب روبرو کنیم. مراسم تشییع سعید راد با حضور جمعی از طرفداران فوتبالی و سینمایی این بازیگر در حالی برگزار شد که اعلام شد طبق وصیت این بازیگر در کنار محمدعلی فردین به خاک سپرده می شود و همچنین دخترش از برخی قضاوت ها و بیفکری ها که درباره ماه‌های آخر زندگی پدرش از سوی برخی مطرح شده است انتقاد کرد. صبح چهارشنبه 3 مرداد ماه، 2 روز پس از درگذشت سعید راد، جمعی از هنرمندان و مردم علاقه من به این بازیگر در حیات خانه سینما گرد هم آمدند تا این هنرمند قدیمی کشور را به خانه ابدی بدرقه کنند. در ابتدای این مراسم که اجرای آن را کامران ملکی بر عهده داشت، علی دهکردی مدیر عامل خانه سینما گفت در ضیافتی کهکشانی امروز فردین بزرگ، ناصر ملک مطیعی بزرگ و دیگر ستاره های مطرح سینما میزبان یک ابر ستاره و همیشه ستاره هستند. سینما یکی از ستاره های تابناک خود را از دست داده، ولی این ستاره خاموش شدنی نیست. سعید راد تا ابد ستاره رعنا و بال بلند سینما باقی خواهد ماند. محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز در سخنانی بیان کرد سعید راد فردی عاشق وطن و جدی در کار بود که این معجون بسیار ارزشمند است. تقریبا آرزوی دست نیافتنی شده که با سینماگری ودا کنیم که به دلایل مختلف سختی نکشیده باشد، مثل آقای راد که به عشق وطن و مردم به ایران برگشت. پژمان بازقی رئیس انجمن بازیگران خانه سینما هم بیان کرد تعجب میکنم که چرا چهرهای جوان را در این مراسم کمتر میبینم و امیدوارم همدلی بیشتری وجود داشته باشد چون چنین هنرمندانی الگوی راه هستند. همچنین تشکر ویژه میکنم از باشگاه پرسپولیس که برای این مراسم و بدرقه آقای راد چهرهای این تیم حضور دارند. در ادامه کامران ملکی با اشاره به گرمای هوا و اینکه یکی از گرمترین روزهای سال است گفت بسیاری از همکاران آقای راد به دلیل گرما امکان شرکت در مراسم را نداشتند که بعداً در مراسمی که برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت. سامراد پسر سعید راد با صدایی پر از بغض نیز در سخنی کوتاه گفت ایران و سینمای ایران یک عقاب و بازیگر حرفه‌ای را از دست داد و ما پدر خود را. تاریخ تولد و فوت ایشان در این روزها منتشر شده است، ولی وسط این دو یک خط تیره قرار دارد. بابای من بین تاریخ تولد و درگذشتش را برای شما زندگی کرد. نگاه راد دختر این هنرمند هم در ادامه بیان کرد من و برادرم فرزندان ستاره سینما سعید راد هستیم و از طرف تمام خانواده از حضور شما و دعای خیرتان که بدرقه راه پدرم است تشکر میکنم. سعید راد سالها بر پرده سینما درخشید، ستاره‌ای که عشقش دوربین و نفسش پرسپولیس بود. همه وقتی شنیدم پدرم ناخوش شده تعجب کردم و گفتن چطور آن بازیگر سالم اسیر بیمارستان شد. من و همسرم 10 ماه با کمال عشق و قدرت از پدر مراقبت کردیم تا اینکه به دلیل شرایط ایشان مجبور شدیم به یک آسایشگاه خصوصی ایشان را منتقل کنیم. اما متاسفانه قضاوت کردن برای برخی آدم‌های بیفکر عادت شده است، در حالی که این موضوع خط قرمز پدرم بود. پدرم هر روز می‌پرسید نگاه من خوب می‌شوم و افسوس که این انتظار بی جواب بود. او دوست نداشت در این دوران کسی او را ببیند، چرا که سعید راد سینما بود. در این مدت خبر درگذشت برخی همکارانش او را خیلی ناراحت کرد، ولی نمی‌توانست حرفی بزند. درگذشت آتیلا پسیانی، داریوش مهرجویی، فریما فرجامی، فرامرز اصلانی و بدتر از همه رضا داوود نژاد او را بسیار غمگین کرد و می گفت من اینجا چه کار می کنم.
او در پایان از حاضران درخواست کرد که پدرش را تشویق کنند. اگر شما هم از این ویدیو لذت میبرید لطفاً لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. نظرات شما به ما کمک میکنه تا ویدیوی بهتری برای شما تهیه کنیم. بخش پایانی مراسم قرائت دلنوشته ای از سوی برادرزاده این بازیگر بود و بعد با خواندن نماز میت پیکر سعید راد همراه با پخش ترانه سلام آخر احسان خواجه امیری به قطعه هنرمندان بدرقه شد. پیکر سعید راد طبق وصیت خودش کنار مزار محمد علی فردین به خاک سپرده شد. در حاشیه مراسم برخی نکات جالب و حواشی نیز وجود داشت. با ورود پیکر این هنرمند در میان جمعیت حاضر به حیات خانه سینما، مراسم دقایقی مانده به ساعت 10 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، در حالی که به دلیل ازدحام شروع مراسم با تأخیر همراه بود. اگرچه برگزاری چنین برنامه‌هایی در خانه سینما بی سابقه نیست، اما ورود تعداد زیاد مردم سبب بی‌نظمی شد، به طوری که حضور برخی هنرمندان را در بخش اصلی مراسم با مشکل مواجه کرد. روح الله زم، احمد رضا درویش، تحمین میلانی، مازیار میری، مجید قنات، منوچهر شاه سواری، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، محمود خردبین، سید غلامرضا موسوی، جمشید گرگین، علی قائم مقامی، حمید استیلی، اصغر حاجیلو، سار بیات، امید زندگانی، اصغر سمسارزاده، کوروش سلیمانی از جمله حاضران در این مراسم بودند. دوستان عزیز، برای اطلاعات بیشتر درباره مراسم یاد بود و اخبار جدید حتما به کانال ما سر بزنید و فراموش نکنید که ما رو دنبال کنید. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. یاد و خاطره سعید راد همیشه در قلب‌های ما زنده خواهد ماند. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.